سرخط خبرها. فرو ریختن بخش های کامل از برج خلعت غزنین. کشته و زخمی شدن 16 تن بر اثر دو رویداد ترافیکی در ولایت غزنی. جان باختن 6 غیر نظامی در انفجار در ولایت کندهار. و تأکید ایران بر متوقف شدن جنگ اقتصادی در جهان. سلام و وقت شما بخیر. امروز دوشنبه 21 ماه جوزای سال 1398 خورشیدی است. با مشروع خبرهای این ساعت خوش آمدید. بر اثر منحرف شدن یک نفتکش در مربوطات ولسوالی گیلان غزنی 10 تن زخم برداشتند. این رویداد پیش از 6 امروز رخ داده و شماری از افراد در حال جراحت برداشتند که مصروف تخلیه نفت از این تانکر بودند. در همین حال در یک رویداد دیگر ترافیکی در ساحه بازار شهباز مرکز غزنی 5 تن کشته شدند و 1 تن دیگر زخم برداشتند. احمد خان سیرت سخنگوی فرماندهی پلیس غزنی میگوید حوالی ساعت 2:30 قبل از ظهر امروز یک اراده نفتکش پس از منحرف شدنش از جاده آتش گرفته و 10 تن از کسانی که میخواستند نفت این تانکر را تخلیه کنند زخمی شدند. حوالی ساعت 2:30 قبل از ظهر امروز یک اراده تانکر تیل در مربوطات ولسوالی گیلان از جاده منحرف و آتش میگیرم. در جریان تخلیه تانکر تیل 10 نفر سطحی مجروح گردیده که مجروحین توسط پلیس ولسوالی گیلان به کلینیک ولسوالی مقر انتقال گردیده است. در همین حال دکتر ظاهرشاه نیکمل رئیس صحت عمومی غزنی به غزنویان میگوید که 6 تن از این افراد که سوختگی بیشتر داشتند به شفاخانه های مرکز کشور منتقل گردیده و سلف شدن زخمیان جلوگیری شده است. در همین حال بر اثر رویداد ترافیکی دیگر در بازار شهباز 5 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. که حوالی ساعت 7 صبح امروز یک راده موتر نوی 404 با یک راده موتر سراچه در ساحه شهباز اوبره تصادم نمده که در نتیجه 5 تن از راکبین سراچه شهید و 1 تن مجروح گردیدم. بخش های کامل از برج قلعت غزنین به طور کامل فرو ریخت. این برج پس از ریزش باران های اندک فرو ریخته و به طور کامل از بین رفته است. در همین حال شهروندان غزنی و کارشناسان خواهان توجه جدی حکومت مرکزی برای ترمیم و مرمت کاری اساسی آبده های تاریخی و ساحات باستانی در ولایت غزنی هستند. درست قبل قسمت داخلی یک برج قدیمی قلعت غزنین که به نام برج نیز شهرت دارد فرو ریخت و سپس دیوارهای این برج قدیمی کاملا فرو ریخته و از بین رفته است. این برج یکی از برجهای چندگانه دیوار قلعت غزنین است که در ناحیه جنوب شرقی در دروازه میری شهر کهنه واقع شده و نمای خوب نیز داشت. در واکنش به فرو ریختن برج‌های قدیمی شهر قدیم غزنه، شماری از شهروندان غزنی خواهان توجه جدی حکومت مرکزی برای ترمیم و مرمت اساسی آبده‌های تاریخی ساحات باستانی ولایت غزنی هستند. معلوم دار است که ترمیم کاری درست نشد، بخاطر پلایی که اومد به خاطر جای آثار باستانی ولایت غزنی یه برجای بخاطر پیسا ما روش مسئله کگل کرد و کدام توجه خاصی سر ازش جا نشد،
همین شد به خداوند که کسی نبوده که سر کس نماده اگر این تک جایی هست که اگر اینجا رفت ما مردم از طرف از این منطقه شد اگر بک کلگی سرشون میامد. اگر احیانا از نظر ما اگر حکومتی مرکزی و حکومتی محلی غزنی توجه جدی نکنه تمام این همی شهر کهنه غزنی که میبینیم در اکثر منارهای یزی و چارگوشه یزی خانه ها ساخته شده این همی کلش فرو میریزه و خدای ناخواسته شاید تلفاتی جانی هم با خود داشته باشه، تلفاتی مالی هم که 100% با خود داره. در همین حال سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور رفت آمد موتورهای تناش بلند و مسیر آبراهوی منازل مسکونی را از عامل فروریزی این برج ها می داند. در نزدیکایشان در پالویش شرای عمومی هستند که در اون موتورهایی که باردار هستند بلند تناش هست اونا از پالویشان رفت و گذشت میکنند. دوم در بالای قلا خانه ها هستند، اوهای باران که می آید اونا سر زمین برجا و سر زمین قلا می ریزه و از جهت ای تخریب می شه. شش غیر نظامی در انفجار در کندهار کشته شدند. منابع امنیتی در ولایت کندهار میگویند که در نتیجه یک انفجار در ولسوالی دند این ولایت شش غیر نظامی جان باختند. عبدالبشیر خاکسار معاون سخنگوی فرمانده پلیس کندهار میگوید که این انفجار حوالی ساعت 9:30 پیش از 6 امروز در روستای پانیزو در ولسوالی دند این ولایت رخ داده است که در آن یک اراده موتر حامل غیر نظامیان هدف ماین قرار گرفته است. این انفجار زمان رخ داده است که موتر حامل غیر نظامیان با ماین کنار جاده برخورد کرده است. آقای خاکسار افزود که 4 کودک شامل 2 دختر و 2 پسر نیز در بین کشته شدگان اند. فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. ولایت قندهار در جنوب افغانستان از ولایت های ناامن به حساب می آید که گروه طالبان در شماری از ولسوالی های آن به شمال شهر قندهار فعالیت دارد. محقق کابولی به عمر 91 سالگی درگذشت. آیت الله قربان علی محقق کابولی از مراجع تقلید اهل تشیع افغانستان با عمر 91 سالگی در ایران وفات کرده است. شورای علمای شیعه افغانستان با نشر اعلامیه درگذشت آیت الله محقق کابولی را تسلیت گفته و نگاشته است که بدین مناسبت معلمه تمامی حوزه های علمیه در سراسر افغانستان به نشان اعضای عمومی به مدت 3 روز تعطیل اعلام می گردد. قربان علی محقق کابلی در تابستان سال 1307 خورشیدی در ولایت پروان دیده به جهان گشود. او تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش فرا گرفت و دوره عالی را در کابل ادامه داد. آقای کابلی برای ادامه تحصیل در سال 1322 خورشیدی روانه نجف عراق شد. آیت الله محقق کابلی در سال 1351 خورشیدی پس از 20 سال تحصیل و کسب درجه اجتهاد به افغانستان برگشت و در کابل اقامت کرد و به تبلیغ دین سرگرم شد. او در سال 1357 خورشیدی به شهر قم ایران مهاجرت کرد و به تدریس پرداخت. او پیشینه جهادی نیز داشت است و پس از پیروزی مجاهدین در سال 1371 دوباره به افغانستان برگشت و یک سال در کابل ماند و پس به ایران رفت و با پذیرش مرجعیت تدریس خارج فقه را در حوزه علمیه قم پای گرفت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در دیدار با شمار زنان افغان بر حضور زنان در گفتگوهای صلح تاکید کرده است. آقای خلیلزاد در رشته توییت نوشته است که سیاست ایالات متحده آمریکا این است که زنان باید در گفتگوها و مذاکرات بین الافغانی حضور داشته باشند. او همچنان نوشته است که در دیدار با زنان افغان در مورد پیشرفت‌ها و نگرانی‌های آنان از آینده گفتگوهای صلح افغانستان صحبت کرده است. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نوشته است که او در بازار با شما از کارآفرینان زن نیز دیدار کرده است.
او با نشر عکسی از خود و شربتگل در یکی از بازارهای کابل تاکید کرده که سهمگیری زنان در فعالیت‌های اقتصادی برای افغانستان مهم و حیاتی است. زلمه خلیلزاد روز یک شنبه وارد کابل شد. این سفر او در چارچوب هشتمین دور از سفرهایش در مورد تسهیل روند صلح افغانستان گفته شده است. آقای خلیلزاد در جریان این سفرش تاکنون با رهبران حکومت و شماری از چهره‌های سیاسی کشور دیدار کرده است. با سال سپاس از شما بینندگان عزیز و همکاران تخنیکی هم در رسیدی خبر. این بود مجموعه از تازه‌های خبری. من شب شما خوش. خداوند نگهدار.